بسم الله الرحمن الرحیم حدیث 35 مسلمان برادر مسلمان است. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند به یکدیگر حسد نکنید و نرخ را بر یکدیگر نبردارید در حالی که نمی خرید و به یکدیگر بغض و کینه نگیرید و به همدیگر پوش نگردانید و در بالای سودای دیگر سودا نکنید و بندگان الله برابر همدیگر باشید. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی کند و او را خار نمی کند و به او دروغ نمی گوید و او را تحقیر نمی کند. تقوا و پرهیزگاری اینجاست و به سینه اش سه بار اشاره نمود. برای انسان از بدی همین بسنده است که برادر مسلمان خود را حقیر و پست شمارد. خون، مال و شرف ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. این حدیث را امام مسلم روایت کردند. فایده های حدیث: فایده اول، حسد بردن به یکدیگر، نرخ را به یکدیگر برداشتن و بر خرید و فروش برادرش خرید و فروش کردن و اینچنین هر چیزی که در میان مسلمانان دشمنی و بدبینی را جلب می نماید حرام است. فایده دوم، من نمودن از انجام سببهای بدبینی و اینچنین هر آن چیزی که بر اساس آن در میان مسلمانان ترک کردن یکدیگر می باشد من نمودن. فایده سوم، همه مسلمانان را بر اینکه برادرانی که با همدیگر دوست و الفت داشته باشند تشویق نمودن. فایده چهارم، البته برادری در میان مسلمانان رسانیدن خیر را بر آنان و از آنها ضرر را دور کردن را طلب می نماید. فایده پنجم، بر مسلمان برای برادرش ظلم کردن او، خار کردن او، تحقیر او و بر او دروغ گفتن حرام است. فایده ششم، بیان خطرناک بودن تحقیر کردن مسلمان برادرش را و البته این از روی بدی برای تحقیر کننده بسنده است و اگرچه او به بدی دیگر هم دست نزده باشد. فایده هفتم، البته ترازو در بهتر بودن در میان مردم تقوا است، همچنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید البته با اکرامترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست، سوره حجرات آیتی 13. فایده هشتم، البته جای تقوا قلب است، همچنانه که در این حدیث هست و همچنانه که در فرموده او تعالی است. حکم این است شعائر الله را بزرگ دارد، پس البته این کار از پرهیزگاری دل هاست، سوره حج آیت 32. فایده نهم، البته تقوا در دل هاست، آثار آن بر اعضای بدن ظاهر می شود و به صلاح دل ها باقی جسد به صلاح می آید. فایده دهم، بر مسلمانان در خونهایشان، مالهایشان و ناموسشان تجاوز کردن حرام می باشد. الله سبحانه و تعالی به ما تقوا را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.